پهلو گرفتن ناو جنگی آمریکایی سن آنتونیو در بندر حیفا در اسرائیل این ناو امروز پنجشنبه وارد حیفا شده است همکنون کشتی های جنگی آمریکایی در خاور میانه در حال آماده باش به سر میبرند آمریکا و شماری از کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی به حومه دمشق میدانند و خواستار اقدام نظامی علیه این کشور هستند ورود ناو جنگی آمریکایی به حیفا باعث نگرانی برخی از شهروندان اسرائیل شده. اگر سوریه به این کشتی حمله کند، آن وقت اسرائیل هم به حمله پاسخ خواهد داد و عملا ما وارد جنگ می شویم. این برای شهروندان اسرائیل نگران کننده است. به گفته مقام های آمریکایی، ناو هواپیما بر آمریکایی نیمیتس به همراه تعدادی از کشتی های جنگی آزم دریای سرخ هستند تا در صورت نیاز در عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه شرکت کنند. اینجا در یک پایگاه نظامی آمریکایی در جنوب ترکیه شرایط آرام به نظر می رسد. در این پایگاه که در 60 کیلومتری مرز سوریه قرار دارد، سامانه های دفاع ضد موشکی مستقر است. با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، صدها تن از شهروندان سوری به مرز ترکیه سرازیر شدند. ترکیه هم اکنون پذیرای دویس هزار پناهجوی سوری است. به گفته مقامهای سازمان ملل، نزدیک به دو میلیون سوری به خارج از مرزهای این کشور گریختند و چهار میلیون نفر هم در داخل سوریه بیخانمان شدند. امروز پنجشنبه، والریاموس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه وارد دمشق شد و با مقام های این کشور دیدار کرد. خانم آموز قرار است در مورد وضعیت انسانی غیر نظامیان و پناهجویان سوری با مقام های این کشور گفتگو کند. سیاوش سعادتیان صدای آمریکا